بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و برنامه چالش را با همکاری کارگردان فنی خانم غزاله به شما پیشکش میکنم. امروز هم روز 14 جولای است. دلیل اینکه تاریخ رو اعلام میکنم این استش که هنگامی که بازپخش برنامه رو میبینید، شماری از مسائلی که ما در موردش صحبت میکنیم ممکن اصلا تغییر پیدا کرده باشه. شرایط سیاسی جهان از لحظه به لحظه عوض میشود و به این ترتیب علاقمند نیستم که دوستان فکر کنن که من یا مهمان برنامه در زمان دیگری سیر میکرده ایم. به این ترتیب امروز در برنامه دو بخش خواهیم داشت. در بخش نخست با آقای دکتر منصور فرهنگ گفتگو خواهم کرد و به مسائل مختلف جهانی به ویژه این سفرهای آقای ترامپ خواهیم پرداخت و با خانم دکتر راحله تارانی نیز در بخش دوم در مورد مسائل زنان و نیروهای سیاسی گفتگو خواهیم کرد. ولی در آغاز بگذارید تسلیتی داشته باشم برای درگذشت مهندس امیر انتظام، زندانی سیاسی که عمر خود را در این سالهای گذشته در زندان، بیمارستان و حبس خانگی گذراند. هرگز توفیق این را نیافت که فرزندان خود را در بیرون از ایران دیدار داشته باشد. مردی ملی که ماندگار ایستاد، مقاوم ایستاد در برابر آنچه که باورهای او بود. تهمت‌های بسیاری در آغاز سال انقلاب به او زده شد و بر اساس همین بود که از سیاست به زندان منتقل شد. اجازه بدهید که هنگامی که پیام همسر ایشون رو در مورد درگذشتش میشنویم، تماسی داشته باشیم با آقای دکتر منصور فرهنگ و با ایشون آغاز کنیم. پیام همسر ایشون رو میشنویم. نام خداوند جان و خرد. خورشید دل از امید آکند و بخفت، گل رایحه عشق پراکند و بخفت. ملت بزرگ ایران، عاشق صادق شما، عاشق ایران زمین، عباس امیر انتظام، شیرمرد من، کالبد خاکیش را وانهاد و به ابدیت پرگشاد. او نزدیک به 4 دهه از زندگانی پربارش را یا در زندانهای کشور یا در بیمارستانها و این اواخر در مرخصی استلاجی گذراند، اما افسوس که تا آخرین لحظه زندگانی طعم شیرین آزادی را نچشید و ما را ترک کرد. اما عباس من از آرمانهای بلندش، آرمانهای الگوی سیاسی و اجتماعی زندگانیش، دکتر محمد مصدق، هرگز دست بر نداشت و راه میهن دوستی و آزادی خواهی و ایستادگی در برابر استبداد را صادقانه و عاشقانه و خالصانه پیمود. و از سختی ها هرگز، از تلخی ها هرگز، از ناکامی ها هرگز نهراسید و روی در هم نکشید و گله از این روزگار نکرد. عباس من پای مردانه در این کهن بوم و مرز در گذشت و به یاران محبوب و دیرینش چون دکتر محمد مصدق بزرگ و مهدی بازرگان و بسیاری دیگر از این خیلی ملیون پیوست. از شما عزیزان که در تمام این سالها با عشق و مهر خود به او و به من نشاط بخشیده، صمیمانه و خالصانه سپاسگزارم و از موج پرشور ابراز احساسهای خالصانه شما که تسلی بخش من در این سوگ عظیم بوده است، کمال تشکر را خاضعانه دارم. مهندس عباس امیر انتظام، نام و یادش در همیشه تاریخ ایران زمین پایا و فروزان خواهد بود و امید که آرمانهای او در این سرزمین روزی به بار بنشینند. یادشون گرامی باد. اجازه بدین همراه با شما برویم به شرق آمریکا و درودی داشته باشم به دکتر منصور فرهنگ. آقای دکتر، درود بر شما و شما هم تسلیت می‌گیرم. متشکرم دعوت.
جناب دکتر فرهنگ، اگر ممکن است پیش از اینکه به مسائل سیاسی جهان بپردازیم، شما در مورد دکتر آقای امیر انتظام نظرتون رو و اونچه بر ایشون پیش آمد، به یاد داریم همه مردم به یاد دارن اونچه که در سفارت پیش آمد و چگونه بعد از ماجرای سفارت آمریکا مسیر به این گونه رفت که ایشون رو از برگردوندن از کشورهای اسکاندیناوی که در اونجا سفیر بود و بقیه ماجرا. در خدمت شما هستیم در مورد اون چی که بر سر آقای انتظام آمد و اون چی که در اون شرایط داشتیم بفرمایید. زندگی سیاسی زنده یاد عباس امیر انتظام نماد برجسته‌ای از آزادی خواهی و مقاومت در برابر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران. در گذشت او اهمیت رنج و تجربه این انسان را از یاد نمیبره، بلکه مشوق زنان و مردانی است که امروز برای رهایی ایران از استبداد مبارزه میکنند. دو سه نکته در این مورد به نظر من جالب توضیح بدیم. اول اینکه رفتار آخوندها و زندانبانان اونها با امیر انتظام بیانگر سادیسم حاکمیت مذهبی بر ایرانه. گفتگوی حسین دهباشی با امیر انتظام و همسرش جزئیات این واقعیت دردناک رو روشن بکنه و من از بینندگان تقاضا میکنم که اگر علاقمندن این گفتگوی حسین دهباشی با آقای امیر انتظام و خانم ایشان رو گوش بدن بشنوند، بی نهایت جالبه. جزئیات این در به طور کلی در شیعه‌گری مثل قالب مذاهب تمایلات سادیسمی یا دیگر آزاری وجود داره. همه ما میدونیم سینه‌زنی، غمزنی، عزاداری، گریه‌زاری اینها جز فرهنگ تشیعه، یعنی فرهنگی که حتی یک روز شاد نداره، دائم باید گریه کرد، سینه زد، غمه زد و عشق ریخت به خاطر اوهام و خرافاتی که آخوندها در طی این 300-400 سال انباشت کردن. بنابراین وقتی که این فرهنگ سادیستی ایدئولوژی حاکمیت میشه، نتیجه اون فاشیسم مذهبی است که فاجعه اون در ایران رخ داده. یک نکته جالبی دیگه بخوام در اینجا بگم، اشغالگران سفارت در واقع مدعی بودن که یکی از دلایل جاسوس بودن امیر انتظام اینه که در برخی نامه هایی که او به دیپلمات های خارجی نوشته بوده از کلمه دیر، عزیز، استفاده کرده بوده و این از نظر اونها نشون میداده که ارتباط جاسوسی داشته با این افراد. یکی از اشغالگران سفارت که از این نوع استدلال احمقانه استفاده میکرد معصومه ابتکار بود، فردی که چون در خباثت، توحش و بیشرمی کم نظیر بود و انگلیسی هم میدونست، این سخنگوی اشغالگران سفارت شده بود. اون در آمریکا قبل از انقلاب در آمریکا زندگی میکرد، در آمریکا دبیرستان تموم کرده بود و خوب میدونست که کلمه دیر یک رسم معمول در نامه نویسی در آمریکا و اروپا و شاید جاهای دیگه ای باشه که حتی وقتی آدم ها همدیگر رو نمیشناسن به هم نامه می نویسن از کلمه عزیز یا دیر استفاده میکنن. او این رو فراموش کرد با اینکه در آمریکا دبیرستانش رو تموم کرده بود، چون واقعا خباثت و توحشی که در اشغالگران سفارت وجود داشت فردی رو میخواست که با انگلیسی بتونه این حرفا رو بیان بکنه و این واقعا دردناک بود. و آخرین نکته ای که بخوام در این مورد یادآوری بکنم اینه که تنها مذهبیون دست راستی و شبه فاشیستا و اشغالگران سفارت نبودند که این اتهامات جنون‌آمیز رو به امیر انتظام و دیگران میزدند، بلکه نیروهای چپ، خصوصا حزب توده، بعد از اشغال سفارت گفتند که امیر انتظام باید اعدام بشه، دیپلمات‌های آمریکایی باید محاکمه بشن و اعدام بشن. یعنی اینکه نیروهای چپ به خاطر ایدئولوژی که داشتن نیروهای ملی و مصدقی و لیبرال رو که امیر انتظام یکی از شخصیت‌های برجسته اونا دشمن و رقیب اصلی خودشون
این نیروها رو میدونستن، بنابراین میگفتن باید از خمینیسم و آخوندا و فاشیستای مذهبی استفاده کرد برای از بین بردن نیروهای لیبرال و آزادیخواه مصدقی. این در دنیای جنون‌آمیز تئوری که به اصطلاح دشمن واقعی لیبرال ناسیونالیست ها و اینا هستن، این هم یکی از مسائل دردناکی بود که البته تعداد قابل توجهی از این افراد و گروه ها این درک کردن، از او عذرخواهی کردن و بعد مواضع کاملا انسانی تری گرفتن. ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم حزب توده ایران و چریک های فدای خلق اکثریت هرگز به طور رسمی از امیر انتظام عذرخواهی نکردن و از کردار گذشته خودشون اظهار به پشیمونی نشون ندادن. خب آقای دکتر اگر اجازه بدین از مسئله آقای امیر انتظام عبور کنیم بریم رو مسائل امروز جهان و این سفر آقای ترامپ که سفر گسترده‌ای هم بوده، خب به ناتو رفته دیدار کرده، در شرکت کرده در نشست ناتو، در اونجا سخنانی به زبان آورده و بعد از اینکه از پیمان ناتو دیداری از لندن کرده، در لندن هم حرفایی زده که خود به خود به مزاق سیاستگزاران بریتانیایی خوش نمیاد و مردم تظاهرات عظیمی که در لندن علیه آقای ترامپ در میبینیم، تظاهرات بزرگ و ضد آقای ترامپ و تمسخر ایشون بسیار جا. حال بعدش هم قرار است که به آقای پوتین دیدار بکنه و حالا در مورد آقای پوتین هم که خب میشه گفت که داره به کجای قضیه میرسه. نظرتون رو در مورد سفرشون اول به مسئله ناتو، پیمان ناتو بفرمایید. سفر آقای ترامپ به ناتو مثل قالب کارهای او دو جنبه داره. یکی جنبه فردی و پایگاه اجتماعی اوست که چه نوع حرفهایی بزنه، چه نوع مواضعی بگیره که بتونه این پایه اجتماعی خودش رو بر مبنای سنجش افکار، حدود 40% از مردم این مملکت هستن، اینها رو بتونه حفظ بکنه و با حفظ این پایه اجتماعی مطمئن میشه که دموکرات‌ها در کنگره، جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا موضعی بر ضد او نمیگیرن، برای اینکه اگر موضعی بر ضد او بخوان بگیرن این پایگاه اجتماعی که اکثریت او در انتخابات مقدماتی برای جمهوری خواهان داره بهشون لطمه میزنه. به همین دلیل هم است که نمایندگان جمهوری خواه در سنا و یا کنگره آمریکا اگرچه به طور خصوصی انتقادات زیادی از او دارن، ولی در عام که به عام که میرسه از او حمایت میکنه. جنبه دیگر سفر او، واقعیت امر اینه که ناتو به عنوان یک تشکیلات امنیتی از اون اهداف اولیه خودش تغییر کرده. یعنی تا قبل از فروپاشی شوروی ناتو یک تشکیلات امنیتی بود و فرض این بود که اتحاد جماهیر شوروی که دارای تسلیحات هسته‌ای است و ایدئولوژی بر ضد دموکراسی غرب داره میتونه خطری نظامی برای جهان غرب باشه. بعد از فروپاشی شوروی این تجزیه و تحلیل به طور کلی تغییر کرد و گفتن که هدف ناتو گسترش لیبرال دموکراسی، تجارت آزاد و دفاع از حقوق بشر، و کشورهای جدیدی به ناتو ملحق شدن که امروز 29 عضو داره. و در اون موقع بود شروع شد که آمریکایی‌ها گفتن، و این به هیچ وجه با ترامپ هم شروع نشد، که کشورهای اروپایی باید سهمیه خودشون رو، یعنی پرداخت مخارج ناتو رو، افزایش بدن. و در سال 2014 خصوصا بعد از اینکه روسیه به گرجستان حمله کرده بود و بعد هم به کرواسیا رو گرفت، ملحق کرد به خاک روسیه بعد از حمله نظامی به اوکراین، می‌خواستن بودجه اعضای ناتو رو بالا ببرن تا 2% درآمد خالص ملی اونا، که تعدادی از این کشورها این کار رو کردن ولی برخی هاشون نکردن. علتش هم اینه که دولت‌ها و نمایندگانی که برای نهادهای دموکراسی فعالیت میکنن وقتی میگن که میخوان بودجه نظامی رو بالا ببرن رأی نمیارن. بر طبق آخرین سنجش افکاری که من دیدم در آلمان حدود 15% مردم خواهان افزایش بودجه نظامی هستند، برای اینکه اون خطر گذشته رو به هیچ وجه نمی‌بینند.
ولی ترامپ علت این که ناتو برای آمریکا فقط یک اتحادیه اروپا و آمریکا نیست، بلکه مرکزی است برای گسترش و نفوذ سیاسی امنیتی آمریکا در بسیاری جاهای دیگه جهان. آمریکا در آلمان حدود 35,000 سرباز داره که فعالیتایی که در افغانستان دارن، در عراق دارن، در عربستان سعودی دارن، در کشورهای عربی خلیج فارس، همه ارتباط داره به فعالیت‌های نظامی که این علت این که ترامپ داره حمله میکنه به اروپایی‌ها برای راضی کردن آنی احساسی پایه اجتماعی خودش در آمریکا است. وگرنه در خود اروپا همونطور که شما توضیح دادین ضدیت وسیعی علیه او ایجاد کرده. بنابراین کاری که ترامپ داره میکنه ممکنه که از نظر سیاست داخلی آمریکا و انتخابات آینده به نفع او باشه، چون بر ضد مهاجرین و بر ضد کشورهای خارجی و بر ضد به طور کلی این ضدیت با اینتلکچوالیسم که در آمریکا قویه در این مملکت اونجا رو میخواد حفظ بکنه که میتونه به نفعش تموم بشه، ولی از نظر منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا 100% به ضرر این کشوره، برای اینکه اکثریت قریب به اتفاق نخبگان سیاست خارجی، دیپلمات ها، آکادمیسین ها، روزنامه نگارانی که سالها و سالها در دنیا تجربیاتی داشتن متحد القولند که رفتار و کردار این آدم نفی و نقض منافع ملی آمریکاست. ولی این تو کوتاه مدت میتونه ازش بهره برداری سیاسی داخلی بکنه. آقای دکتر، در آستانه سفر آقای ترامپ و دیدار احتمالی با پوتین، من میگم احتمالی برای اینکه همیشه هر لحظه میتونه هر چیزی تغییر بکنه، مثلا این 12 افسری رو که متهم کردن و یا حکم چیز رو اعلام کردن به عنوان جاسوسی علیه آمریکا و یا تاثیر گذاشتن در انتخابات آمریکا و کامپیوترهای حزب دموکرات رو کاری روش کردن، همه اینا میتونه تاثیر بذاره، به ویژه اینکه سناتورها شمارش این گفتن اصلا نباید آقای ترامپ با پوتین دیدار کنه. حالا فرض کنیم که این دیدار به هر روی اتفاق میده، چون آقای ترامپ با آقای پوتین خیلی علاقمنده و حتی خانم مرکل رو گفتش که آلت دست پوتین شده و تمسخرش کرد. از همه اینا که بگذریم، ناتو اعلام کرد که ایران کارهای تروریستی و حمایت از تروریستی میکنه، این در یک سو. درست همزمان با این مسئله ناتو و اعلام اینی که کرده، آقای ولایتی پیش از این که پوتین برود و آقای ترامپ با پوتین دیدار بکند، آقای ولایتی رفته به مسکو و با آقای پوتین دیدار کرده. خب طبیعی است، برای اینکه بخشی از گفتگوها میتونه در مورد ایران باشه. آقای نتانیاهو هم با پوتین دیدار کرده و از اون طرف تقاضا شده که آقای ولایتی رو تحویل پلیس بین‌الملل بدن، چون اون به خاطر بمب‌گذاری در آرژانتین. شما این مجموعه مسائلی که داره لحظه به لحظه پیش میاد در مورد دیدار ترامپ با پوتین و مسئله ایران چگونه میبینید؟ اول اینکه پوتین تنها شخصیتی است که همیشه مورد کم و بیش حمایت و تشویق آقای ترامپ قرار گرفته، و این برای نخبگان سیاست خارجی آمریکا، برای کسانی که در دنیای به اصطلاح اطلاعاتی زندگی میکنن، یک مسئله شده و تئوریای زیادی درست شده. یکی اینه که آقای پوتین از ترامپ یک برگی داره، یا برگ مادی یا شخصی یا ارتباطی طوری که اگر این برگ بخواد رو بشه به موقعیت او در آمریکا و در سطح جهان ضرر بزرگی خواهد زد. بنابراین ترامپ باید خواست پوتین به خواست روسیه رو دنبال بکنه، اجرا بکنه، تقابلی باش نداشته باشد تا این برگ رو نکنن. از طرف دیگه این مخالفتی رو که به طور کلی ایران با این کشور، ایران امروز در انزوای سیاسی قرار گرفته که نمیتونه با کشورهای اروپا، حتی با ژاپن، حتی با کره جنوبی و حتی با کشوری مثل هندوستان روابط عادی تجاری و اقتصادی داشته باشه، به این شکل که وقتی نفت میفروشه بتونه پول بگیره، دلار بگیره، پوند بگیره، یورو بگیره، که بتونه هر طوری میخواد استفاده بکنه. به دلیل تحریم‌های فرامرزی یا تحریم‌های درجه دو بسیاری از این کشورها محدودیت‌های بزرگی
در رابطه با برقراری تجارت و اقتصاد عادی با ایران دارن. نتیجه اینه که برخلاف ادعایی که جمهوری اسلامی در رابطه با استقلال میکرد، این موضوع استقلال ایران رو تقلیل داده. وقتی یک کشوری میخواد یه چیزی بخره و فقط یکی یا دو تا کشور دیگه حاضر هستن که اینو بفروشن بهش، به طور طبیعی اونا دیکته میکنن که به چه قیمتی و به چه شکلی. ولی اگر 10 تا کشور حاضر بودن که اونو بفروشن، در اون موقع یک دولت میتونه بهترینشون رو انتخاب بکنه. یعنی رژیم ایران علارغم قول و قرارهایی که به مردم ایران داده، استقلال کشور رو تقلیل داده. و امروز تلاش ایران اینه که بخواد بین اروپا و آمریکا شکافی ایجاد بکنه که این کشورهای اروپایی بتونن با ایران روابط عادی تجاری و اقتصادی داشته باشن علارغم فشارهای آمریکا، که این کار امکان پذیر نیست. چرا؟ یک کمپانی اروپایی فقط در صورتی یا هر جای دیگه در صورتی سرمایه گذاری در کشور دیگری نکنه که از امنیت برخوردار باشه، خصوصا سرمایه گذاری تولیدی که وقت میخواد تا بازده شروع بشه و این امنیت در ایران وجود نداره. و تحریم های درجه دو، شما یک کمپانی آلمانی، انگلیسی، ایتالیایی یا چینی رو بگین که بین آیا باید با آمریکا روابط عادی تجاری اقتصادی با ایران، خب تردیدی نیست که اون برای انتخاب میکنه. بله امروز آقای دکتر، ژاپن، بانک های ژاپن اعلام کردن که با ایران رابطهشون رو قطع میکنن. از اون طرف آلمان هم اعلام کرده بود که این کارو نخواهد کرد. فرانسه هم نتونست از آمریکا اجازه بگیره که تحریم ها رو دور بزنه. آمریکا گفت نخواهد. و یه تصور ایران اینه که بتونید، و این امکان پذیر نیست، برای اینکه منافع کلی از ترامپ که بگذریم، از دور از این جار و جنجال های کوتاه مدت که بگذریم، اروپا و آمریکا از نظر ارزشی، از نظر اقتصادی، از نظر هماهنگی، هماهنگی های بسیار عمیقی با هم دیگه دارن. از جانب روس و آمریکا و ایران میخواد طوری فکر بکنه که از روسیه استفاده بکنه بر ضد اسرائیل و بر ضد آمریکا به نفع خودش. واقعیت امر اینه که وقتی ترامپ و پوتین با هم دیگه ملاقات میکنن، در رابطه با ایران به نظر من با تمسخر با این نظریه برخورد میکنن. کشورها در دنیایی که ما زندگی میکنیم دنبال منافع خودشونن، بدون استثنا منافع اقتصادی، منافع امنیتی و حیثیتشون در سطح جهان. در ایران رژیم فقط دنبال منافع خاص رژیمه، حتی اگر اعمال رفتاری که میکنن بر ضد رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران باشه. و بهترین دلیلش هم اینه که در طی 10 سال گذشته نزدیک به 50 بیلیون دلار اینها به سوریه و حزب الله کمک کردن، در حالی که بیش از 30% مردم ایران در این دوروبرای در این گتوهای دوروبر شهرها زندگی میکنن و به فقر به سر میان. یعنی بیش از حدود نیمی از مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنن. ولی صدور انقلاب و این خرافات احمقانه صدور انقلاب و این شهادت و این حرفا باعث شده که مخارج. بنابراین ایران در وضعی قرار داره که به نظر من نه موفق میشه که بین ایران و اروپا، بین آمریکا و اروپا شکافی بندازه به نفع خودش، و نه به هیچ وجه موفق میشه که از کمک روسیه برخوردار بشه بر ضد اسرائیل یا بر ضد آمریکا. خیلی جالبه که درست دیروز من میخوندم که پوتین گفته بود ما حاضریم نفت ایران رو بخریم به ازای فروش فرستادن کالا به ایران. اولا اون کالاهایی که در اونجا هستن، اون چیزایی که ایران میخواد در روسیه تولید نمیشه. دوم اینکه روسیه خودش اولین صادرکننده نفته، یعنی میخواد این نفت رو به قیمت ارزون از ایران بگیره، بهش بنجل بده به جای پول، و بعد این نفت رو به قیمت بین‌المللی صادر بکنه به بقیه دنیا. بنابراین رژیم ایران، این جهل و جنونی که حاکم بر رژیم ایرانه که ممکنه توی کوتاه مدت به نفع رژیم باشه، همطور گروگانگیری بود در کوتاه مدت، یا جنگ ایران و عراق بود در حذف نیروهای لیبرال و چپ و تحکیم قدرت خودشون، ولی در رابطه با منافع ملی ایران هیچ دولتی در 300 سال گذشته به اندازه جمهوری اسلامی به استقلال ایران لطمه نزده و به رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران تا این درجه زیر پا نگذاشته. برای دکتر، چون به پایان این بخش میرسیم، فقط پرسش من هنوز باقی است. شما حضور ولایتی رو، درسته که به طور ضمنی پاسخ دهید، حضور ولایتی رو در
مسکو و همزمانی حضور او حضور نتانیاهو در مسکو رو چگونه میبینید پیش از سفر آقای ترامپ؟ ایران در سوریه نیروهای نظامی داره و از نظر خودشون میخوان یک پایگاه نظامی داشته باشن و علت اینم که سوریه این آمادگی رو داره که به اونها پایگاه نظامی بده اینه که سوریه کشور ویران شده. هیچ کشوری در دنیا حاضر به کمک یک دلار کمک به سوریه نیست به جز ایران. بنابراین اینها به سوریه میگن برای اینکه ما به تو کمک مادی بکنیم، همونطور که در 10 سال گذشته کردیم، این کمک ادامه پیدا بکنه برای بازسازی نیمی از برای این کشور که باز بیخوبون ویران شده، یعنی 11 میلیون از 23 میلیون جمعیت سوریه آواره شدن در داخل خارج کشور، برای اینکه ما این رو به تو بدیم تو باید به ما اجازه بدی که پایگاه نظامی داشته باشیم. از طرف دیگه اسرائیل به سوریه میگه اگر ایران در اینجا پایگاه نظامی داشته باشه ما بمبارون میکنیم، ما همچین اجازه ای رو نمیدیم. روس هم نیروی دیگری در اونجا هستن. ایران میخواد با روسیه همکاری بکنه که روسیه سوریه رو متقاعد بکنه که نیروهای نظامی ایران در سوریه باقی بمونن. نتانیاهو هم میاد به پوتین میگه که تا زمانی که ایران سربازان ایرانی در اونجا هستن ما بمبارون میکنیم و اجازه نمیدیم که اونا پایگاه نظامی داشته باشن. برای من تردیدی نیست که سرانجام پوتین طرف نتانیاهو رو خواهد گرفت، برای اینکه بین روسیه و اسرائیل روابط تجاری و اقتصادی عادی برقراره و پوتین خیلی خوب میدونه که چقدر اسرائیل و نتانیاهو در آمریکا نفوذ دارن. هرگز نمیاد برای یک دستاوردهای بسیار کوتاه مدت بیمعنی بخواد با ایران همکاری کنه بر ضد اسرائیل یا آمریکا. این که ایران در اینجا هم در خواب و خیالهایی به سر میبره که ارتباطی با واقعیات جهان نداره. سپاسگزارم آقای دکتر منصور فرهنگ، به امید گفتگو در آینده در مورد مسائل جهانی. روزگارتون خوش. مرسی.